سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. با یکی دیگه از ویدیوهای آموزشی فارکس در خدمتتون هستم. در این ویدیو قراره در مورد استاپ لاس و تیک پروفیت صحبت بکنیم. احتمالاً اگر توی بازار ایران کار کرده باشید با این مفاهیم آشنا هستید، اما اگر هم کار نکرده باشید من وظیفه‌ام هست که بگم و نحوه های کارکرد هر کدوم از اینها رو بگم که از اینها بتونید به خوبی استفاده بکنید. ببینید، ما استاپ لاس رو با SL و تیک پروفیت رو با TP هم نمایش میدیم. اینها چی هستن؟ ببینید، فرض کنید که قیمت ها اینجا هستن و من میخوام حالا یه پوزیشن بای بگیرم. من برای اینکه بخوام حد ضررم رو کنترل بکنم، یعنی اکانتم رو کنترل بکنم که اگر پیش بینی من اشتباه در اومد کل پولم از بین نره، اینجا باید چی کار بکنم؟ باید از دو تا مفهوم استفاده بکنم. مفهوم اول مفهوم استاپ لاسه. یعنی چی؟ یعنی فرض کنید که من اینجا قیمت ها اینجا هست، یه پوزیشن بای میگیرم و حالا به هر دلیلی قیمت ها در جهت انتظار من پیش نمیره، قیمت ها میاد پایین. اگه من یه حد ضرر واسه خودم تعیین نکنم که بگم من تا اینجا حاضرم ضرر رو در واقع تحمل بکنم، بیشتر از اون حاضر نیستم تحمل بکنم، ممکنه این قیمت ها همینجوری بیاد پایین تا موقعی که پوزیشن من صفر بشه. چیزایی که تو مثال های قبلی دیدیم که مثلا حساب کردیم که اگر چند پیپ بیاد پایین کل پول من از دست میره، گفتیم برای کنترل اون باید یه استاپ لاس بذاریم. استاپ لاس پس به معنی حد ضرره. برای این استفاده میشه که اگر پوزیشن شما در جهتی که شما پیش بینی کرده بودید پیش نرفت، باید یه جایی واسهش حد بذارید که خب از اونجا بعد دیگه من پوزیشنم رو ببندم. ما به این میگیم استاپ لاس و به این قیمت هم میگیم استاپ لاس پرایس. یه موقعی هم هستش که شما یه حد سود واسه خودتون تعیین میکنید. حد سود یعنی چی؟ یعنی که اوکی، من حاضرم مثلا یه ریسکی بکنم، یه پوزیشنی بگیرم، اما این پوزیشن مثلا 100 پیپ اومد بالاتر دیگه واسه من کافیه، بیشتر از اون من سود نمیخوام. این رو بهش میگیم تیک پروفیت. یه حد سود میذاریم که این حد سود این بالاست. اگر من پوزیشن بای گرفته باشم، حد سود بالای قیمت شروع منه و حد ضرر هم پایینشه و یه حد سود در واقع میذارم، میگم هر موقع به این قیمت رسید دیگه پوزیشن من رو ببند، سود من رو سیو بکن تا حالا پوزیشن بعدی که من بخوام بگیرم. استفاده از این دوتا خیلی مهمه. حالا اگر شما تیک پروفیت نمیذارید، ولی حتما باید استاپ لاس رو در بازار فارکس بذارید. حتی اگر توی ایران دیدگاهتون این هست که خب سهم دیگه بالاخره یه روزی میره بالا یا اینجور چیزها و توی ایران استاپ لاس نمیذارید، توی فارکس حتما باید بذارید. علتش رو گفتم اگر نذارید ممکنه انقدر در جهت منفی پیش برید تا کل پولتون از بین بره و موقعی که کال مارجین شدید دیگه قیمت رو برگرده هم فایده نداره، چون پوزیشن های شما بسته شده. پس توی بازار فارکس حتما باید استاپ لاس رو بذارید. حالا انواع استاپ لاس به چه صورته؟ ببینید، ما به طور کلی 4 نوع استاپ لاس داریم. استاپ لاس چیا هستن؟ اولین نوع استاپ لاسی که داریم استاپ لاس ثابت. استاپ لاس ثابت یعنی چی؟ یعنی شما میاید یه چیز رو در نظر میگیرید، نسبت به اون میگید اگر انقدر ضرر کردم دیگه بسته، پوزیشن منو ببند. خود استاپ لاس ثابت میتونه دو نوع باشه، میتونه درصدی باشه، میتونه واقعا ثابت باشه. ثابت یعنی چی؟ یعنی شما میگید آقا من هر پوزیشنی که گرفتم استاپ لاس هم میشه 100 پیپ پایین ترش، کاری ندارم پولم چقدر هست، کاری ندارم اندیکاتورها چی میگن، به هیچ چیز دیگه کار ندارم. هر پوزیشنی که گرفتم، مثلا پوزیشن بای گرفتم 100 پیپ پایین تر، پوزیشن سل گرفتم 100 پیپ بالاتر میشه استاپ لاس من. یه حالت دیگه هست، نه، شما میگید که من 2% پولی که دارم رو میذارم واسه استاپ لاس. حالا اگه من 1000 دلار داشته باشم 2% میشه 20 دلار، اگه 100 دلار داشته باشم 2% میشه 2 دلار. این رو میگید که اگر من 2 دلار ضرر کردم مثلا از پوزیشن خارج میشم، اگه 1000 دلار داشتم خب 20 دلار ضرر کردم خارج میشم. این ها میشه دسته اول استاپ لاس های فیکست یا استاپ لاس های ثابت. دسته دوم استاپ لاس هایی هستش که از لحاظ تکنیکالی شما بررسی میکنید. یعنی مثلا شما فرض کنید یه پوزیشن در واقع خرید گرفتید، میاید و استاپ لاستون رو میذارید روی سطح حمایتی. یعنی میگید اگر این حمایت رو قیمت ها بشکنن دیگه من میدونم مثلا میرن پایین و چون من پوزیشن بای گرفتم خب به ضررمه، میذارم روی اون. یعنی از لحاظ تکنیکالی شما میاید بررسی میکنید، میگید که از لحاظ تکنیکال قیمت ها از این نباید پایین تر بیاد،
اگر از این بیاد پایین تر، مثلا حالا من ضرر میکنم و استاپ لاس میذارم. نمونه هاش رو میریم الان توی پلتفرم با هم دیگه واسه هر کدوم از اینها بررسی میکنیم. دسته سوم استاپ لاس ها، استاپ لاس های داینامیک هست یا پویا. اینها به این صورتی که شما میاد از اندیکاتورها استفاده میکنید واسه اینکه استاپ لاس بذارید. یعنی مثلا میگید اندیکاتوری مثل مثلا ATR یا مثلا اندیکاتوری مثل RSI، هر موقع وارد ناحیه مثلا اشتباه خرید یا اشتباه فروش شد دیگه من از پوزیشن میام بیرون. حالا کاری ندارم که پوزیشنم مثلا چقدر رفته بالا چقدر رفته پایین، اینجوری میتونید استاپ لاس بذارید. دسته چهارم استاپ لاس ها، استاپ لاس های زمانی هستن. توی فارکس چیزی که وجود داره، ما معمولا نمیایم مثلا یه پوزیشنمون یه هفته باز باشه، دو هفته باز باشه، معمولا همچین چیز خیلی کم اتفاق میفته. معمولا پوزیشنمون رو یه روز دو روز نهایتا باز بذاریم. باید کلا استاپ لاس زمانی هم در نظر بگیرید، مخصوصا تو بازار ایران. اگر مثلا شما یه سهمی رو خریدید یه ماه هیچ حرکتی نکرد و اون جهتی که شما دوست داشتید رو، یعنی جهتی که پیش بینی کرده بودید رو نرفت و دیدید بقیه بازار داره حرکت میکنه، خب باید یه حد ضرر زمانی واسه خودتون داشته باشید. البته این رو هم باید در نظر بگیرید، اینجوری نشه که سهمتون رو بفروشید بعد وارد یه چیز دیگه بشید، سهم شما بره بالا و حالا بقیه بازار بره حالت ساید وی پیدا بکنه. اما به طور کلی باید یه استاپ لاس زمانی هم واسه خودتون، کلا واسه سرمایه گذاری هاتون در نظر داشته باشید. پس این در مورد مفهوم تیک پروفیت و استاپ لاس. بریم تو پلتفرم ببینیم استاپ لاس و تیک پروفیت رو چجوری میتونیم واسه پوزیشنمون بذاریم. خب ببینید، این یه پلتفرم کارگزاریمون، این هم قیمتا الان اینجا هستن. فرض کنید که من پیش بینی میخوام بکنم که قیمتا میره بالا، من الان میام و یه دونه پوزیشن بای میگیرم، نیو اوردر یه بای میگیرم. بایم رو خب گفتیم به خاطر اینکه اسپرد وجود داره اینجا گذاشت واسم، یعنی من قیمتا به اینجا که برسه تازه یر به یر میشم. اگه دقت بکنید الان من تو ضرر هستم، قیمتا به اینجا که برسه من تازه یر به یر میشم. حالا کاری با اون نداریم، من میخوام استاپ لاس بذارم. استاپ لاس گذاشتن دو نوعه. گفتیم که میتونیم یه بار برای اینکه بخواید استاپ لاس بذارید میتونید کلیک راست بکنید اینجا پوزیشنی که دارید، مثلا این پوزیشن رو من انتخاب کردم، یک کلیک راست میکنم روش، modify or delete order میذارم. موقعی که میزنید اینجا میگه که استاپ لاستون چقدر باشه، مثلا تیک پروفیتتون چقدر باشه. رنگ قرمز به معنی استاپ لاسه، رنگ آبی به معنی تیک پروفیته. میتونید اینجا عدد وارد بکنید، مثلا این کپی از رو بزنید دقیقاً اینجا کپی میشه همین عددی که وجود داره. حالا میتونید این رو بالاتر پایینتر بذارید، میبینید خط استاپ لاستون داره بالاتر پایینتر میره. میتونید تیک پروفیت هم بذارید، این خط رو مثلا ببرید بالاتر بیارید پایینتر، هر جوری که بخواید میتونید باهاش برخورد بکنید. مودیفای رو که بزنید واسهتون انجام میشه، یعنی اینجا واسهتون استاپ لاس میاد خط قرمز، اینجا واسهتون تیک پروفیت میاد. حالا من میتونم از این استاپ لاس رو مثلا بگیرم بکشم بیارم بالا پایین. میبینید موقعی که من الان پوزیشن بسته شد چون به استاپ لاس برخورد کرد، یه پوزیشن دیگه بگیرم، پوزیشن با به جای اینکه کلیک راست بکنم مودیفای بکنم، میتونم اصلا یه خط بگیرم بکشم پایین، این به من مقدار استاپ لاس رو میده. اگه دقت بکنید اینجا نوشته دقیقاً مقدار سود یا ضررتون رو در لحظه میگه، میگه اگر قیمتا اینقدر بیاد پایین با توجه به پوزیشنی که شما گرفتید، اگه استاپ لاستون روی این خط باشه 126 پیپ شما ضرر کردید و در واقع معادل 1.26 دلار ضرر کردید. اگرم رها بکنید دقیقاً استاپ لاستون فیکس میشه. تیک پروفیت هم به همین صورته، تیک پروفیت رو به سمت بالا ببرید دوباره اینجا وسطتون میگه، میگه 125 پیپ به سمت بالا یا معادل 1.25 دلار سود. اینم رها بکنید اینجا وسطتون فیکس میشه. به معنی اینکه هر کدوم از این در واقع خطا بخوره استاپ لاستون یا تیک پروفیتتون فعال میشه. حالا اینها که این رو چه جوری بذاریم، کجا بذاریم رو میخوایم در موردش بحث بکنیم. یکی که گفتیم استاپ لاسمون میتونه به صورت فیکس باشه. فیکس یعنی چی؟ یعنی من میگم اوکی، من پوزیشن رو هر جایی که گرفتم، مثلا دارم میگم الان مثلا 200 پیپ پایین‌تر میشه استاپ لاس من، این الان 200 پیپ پایین‌تر، میگم همیشه 200 پیپ پایین‌تر استاپ لاس من. یه موقع دیگه هست نه، من میگم که فرض کنید من اینجا یه کانالی رو تشخیص دادم، مثلا فرض کنید که من اینجا یه کانالی رو تشخیص دادم، حالا من این کانال رو یه مقداری بد کشیدم، فرض کنید که من اینجا یک کانالی رو تشخیص دادم یه مقداری خطش موازی نیست، حالا برای مثال ما کافی است، میگم که این اگه بیاد به اینجا بخوره انتظار دارم که برگرده.
میام و میگم اگه از اون پایین تر اومد خب کانالم رو شکسته احتمالا بره پایین تر، دیگه نمیخوام وارد این بشم، میام استاپلوس رو مثلا میذارم اینجا، میگم که این میاد اینجا میخوره به اینجا، اگه از این اومد پایین تر مثلا استاپلوس هم اینجا فعال میشه. یه موقعی دیگه هست نه من به کانال کاری ندارم، میام و میگم که کف قبلی من کجا بوده، کف قبلی من اینجا بوده، یه مقدار پایین ترش رو به عنوان استاپلوس هم قرار میدم، میگم قیمت ها باید بیاد از اینجا حمایت بگیره دیگه و برگرده، اگه این خط رو و این کف رو زد شکست خب استاپلوس من باید فعال بشه و جلوی ضرر کردن من رو بگیره. یه حالت دیگه هست، شما از اندیکاتور مثلا RSI استفاده میکنید، من اندیکاتور رو پاک کنم، شما مثلا از اندیکاتوری مثل مثلا MACD یا RSI یا هر چیزی، مثلا MACD رو من اینجا میذارم واسهتون، MACD این یه مقداری با آیم بروکر متفاوته، حالا همینجوری فعلا ازش استفاده میکنیم، بعدا میتونیم مودیفایش بکنیم که توضیح خواهم داد. این دوتا خط MACD مونه، میگم هر موقع که مثلا MACD اومد پایین تر، یعنی این دوتا خط به هم دیگه کراس دادن و اومدن به سمت پایین، پوزیشن من بسته بشه. این رو دیگه من نمیتونم به کامپیوتر بگم، یعنی این که مثلا این خطی که اینجا گذاشتم دیگه نمیتونم واسش بذارم، باید این رو حواسم باشه هر موقع کراس داد در واقع این کار رو انجام بدم. میتونید از طریق معاملات الگوریتمی البته کد نویسی و برنامه نویسی بکنید که هر موقع این کراس داد پوزیشنتون رو ببنده، ولی الان چون فضای ما الگوریتمی نیست و فعلا در مورد الگوریتم صحبت نمی کنیم این امکان وجود نداره. دسته بعدی هم که صحبت کردیم در واقع استاپلاس های زمانی بودن که حالا اینجا فعلا واسه ما مطرح نیست چون زیاد نمی خواهیم پوزیشن همون باز باشه، استاپلاس زمانی زیاد در نظر نمی گیریم. این پس در مورد تیک پروفیت ها و استاپلاس ها گفتم، تیک پروفیت رو حتما باید بذارید، تیک پروفیت هم تقریبا شبیه استاپلاس به دست میاد، مثلا شما میتونید بگید که در واقع همیشه مثلا 300 پیپ بالاتر تیک پروفیت منه، یا مثلا اگر یه الگویی دارید تیک پروفیتتون مشخص باشه، یا از امواج مثلا الیوتی یا هارمونیکی دارید استفاده میکنید میتونید تیک پروفیت و استاپلاس رو بذارید. بیشتر در مورد نسبت تیک پروفیت و استاپلاس در ویدیوهای بعدی صحبت خواهیم کرد. این جلسه فعلا در مورد این صحبت کردیم که استاپلاس اصلا چیه، انواعش چیه و چجوری میتونیم اون رو بذاریم. این رو با هم دیگه یاد گرفتیم، ایشالا در خود پلتفرم هم که رسیدیم دوباره مفصل اینها رو توضیح خواهیم داد. امیدوارم این ویدیو واسهتون مفید بوده باشه. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.